سلام علی هاشمی هستم به کلاس من بینایت خوش اومدید دارم هر جای ایران عزیز که هستید حال دلتون خوش بشه در ویدیو قبلی در رابطه با معادله سینوس صحبت کردیم توی این ویدیو قرار دو تا سوال نهایت قشنگ در رابطه با معادله سینوس با هم دیگه حل کنیم سوال اول در سراسری 90 گفته جواب کلی معادله سینوس پی درک و علاوه x در کسینوس پی دوم و علاوه x منهای دو سینوس پی منهای x علاوه 1 برابر با صفر کدام واسه کنم این سوالو در ابتدای کار باید برم سراغ ساده سازی اون عبارت هیولایی که برای من نوشته سینوس پی به علاوه X با توجه به اینکه میشود در ربع سوم علامت سینوس منفیه پس این هست منفی سینوس X کوسینوس پی دوم به علاوه ایکس پی دوم به علاوه ایکس میشه ربع دوم ربع دوم علامت کوسینوس هست منفی چون پی دوم دارم کوسینوس تبدیل میشه به سینوس منهای دو در داخل پرانتز پی منهای x رو به دوم در رو به دوم علامت سینوس مثبت بود پس فقط برای من سینوس ایکس میمونه که به علاوه یکش بشه صفر حالا اگر بیام ضرب کنم سینوس به توان دو ایکس منهای دو تا سینوس ایکس به علاوه یک میشه صفر اتحاد مربع قشنگمون شکل گرفت یعنی سینوس x من های یک به توان دو مساوی خب معلومه که وقتی سینوس x من یک به توان دو مساوی با صفر داخل عبارت باید بشه صفر یعنی سینوس x باید برابر با یک بشه میخوام معادله سینوس حل کنم باید بدونم سمت راست چی بنویسم بر به سینوس بنویسم سینوس x برابر خواهد بود با سینوس پی دوم وقتی سینوس x برابر باشه با سینوس پی دوم اون وقت به فرمول سینوس x برابر است با دو کاپی به علاوه پی دوم جواب ایدال شکل گرفت دو کاپی به علاوه پی دوم گزینه شماره سه داره برامون چشمک بزن سوال بعدی گفته سینوس 5 به علاوه سینوس 4 x برابر با یک علاوه به کسینوس پی در بازه سفت و دوپی مجموع کل جواب برابر با چی میشه یه مقدارش رو من حل کنم یه مقدارش هم باشه به عهده شما کسینوس پی برابر میشه با منفی یک منفی یک به علاوه یک میشه صفر حالا که سینوس 5 x به علاوه سینوس 4 x مساوی با صفر بوده میتونم سینوس 4 x رو بردارم ببرم سمت راست بنویسم سینوس 5 x برابر است با منهای سینوس 4 x منفی میتونه بیاد داخل سینوس سینوس 5 x برابر بشه با سینوس منفی 4 x حالا برم سراغ فرمول معادله سینوس یه بار 5 x باید برابر بشه با دو کاپی به علاوه الفا که الفای من بوده منهای 4 یه بارم 5x باید برابر بشه با دو کا پی به علاوه پی منهای آلفا که میشه به علاوه 4 اگر منهای 4 رو ببرم اون وقت 9x برابر میشه با دو کاپی که x من برابر خواهد بود با دو کا پی تقسیم بر اگر 4 رو بردارم ببرم اونور اون وقت مقدار x من برابر خواهد بود با دو k p به علاوه پی طرح گفته مجموع جواب بگو یعنی به جای کا عدد جایگزین کن و بعد تمام این اعداد رو با هم جمع کن اگر اینجا بیام به جای کا صفر جایگزین کنم اولین جوابی که به من میده میشه p چون میدونم کا یه عددی که از صفر شروع میشه صف یا یک دو سه هم بره بالا اگر یک جایگزین کنم میشه دو پی و علاوه پی یعنی سه پی از بازه مد نظرمون رد میشه پس نمیخوایمش تنها جوابی که از پایینی به دست آوردن بود پی اما بالایی چی به دست میارم اگه به جای کا صفر جایگزین کنم جواب من میشه سفر. اگه به جای کا بیام یک جایگزین کنم جواب من میشه دو پی نهم اگه به جای کا دو جایگزین کنیم چی میشه آفرین چهار پی نهم اگر سه جای گذین کنیم 6 پی نو هم. همینجوری قرار بره بعدی بشه 8 پی هم. بعدی قطعا میشه شود 10 پی بعدی دوازده پی نو هم 14 پی هم 16 پی هم. و آخری هم 18 پی نو. چرا 18 پی آخریه؟ چون 18 بری نو میشه دو پی من از 2 پی به بعدش دیگه نمیخوام حالا فقط کافیه این اعداد رو با هم دیگه جمع کنی به علاوه پی کنی و بگی مجموع جواب های عبارت برابر باشی میشه پس قسمت آسون ماجرا که عملا یه جمع و تفریق ساده هست باشه به عهده شما سپاسگزارم از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید امیدوارم که این کلاس براتون مفید بوده باشه به خدا میسپارم تو خدا